مردم ایران که واقعا این روزا روزای سختیه و میدونم که اخبارهای بد از همه جا میشنوین، ولی امیدوارم که هر جای ایران هستید واقعا زندگیتون پر از شادی خداوند باشه و هر جای ایران که هستین زندگی خوب با آرامش داشته باشین. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنیم تا خداوند ما رو هدایت بکنه. خداوند شکرگزار و سپاسگزاریم برای این لحظه، برای این وقتی که به من دادی خداوند تا بتونم نام تو رو جلال بدم و بتونم تو حاکم بر قلبا باشی خداوند، بس زبان من خداوند هر چیزی که میاد نام تو رو جلال بده. خداوند امروز بر ایران و ایرانی رحم بکنی خداوند تا بتونیم و حقیقتا تو رو پرستش بکنیم ای خداوند و تو خدای حقیقی رو بشناسیم و واقعا بدونیم که در چی جایگاهی هستیم ای خداوند. شکرت میکنم به قدرت نام عیسی مسیح میطلبم، آمین. خب مردم ایران، امیدوارم که همه چی به کامتون باشه، امیدوارم که روز شب خوبی داشته باشین. همچنین به گیلانیان عزیز، به شمالی های عزیز، به تمام استان های ایران درود میفرستم. به خوشحالم که هفته دیگر اومد، من در مقابل دوربین در خدمت شما هستم. خب گیلونین عزیز چی خبر؟ لایجانین عزیز چی خبره؟ همه چی خوبه به امید خداوند؟ زندگی به کامتون نیست؟ شیری نیست براتون تو زندگی؟ نه حتما گونین نه برای حرفان چیه؟ الان وضعیت خیلی خرابه، دونم وضعیت ایران خیلی خرابه، زمانهای آخر شریر و شیطان هم کار کرده که از هر طرف ماها رو همه رو به جهنم ببره، چون نخنه که ما به بهشت خدا را پیدا کنیم. خداوند نخنه که یک دونه از یه آدمایی که در زمینی سه بند برای بوشون جهنم، بلکه خانه همه شون نجات پیدا بکنن و همه شون به بهشت خدا را پیدا بکنن. این آرزوی قلبی خداونده. ما ایمان دارم که خدا همچنین که ما رو نجات بده، خدا رو شکر کنیم که برای که ما رو نجات بده به عیسی، خدا رو شکر کنم که ما با من بیرون عیسی مسیح بشناختم. ولی الان توی تمام فیسبوکون، اینترنتون، یوتیوب، هر جا اینستاگرام، هر جا شنی تلگرام، هر جا بشی تینی هر اطلاعاتی که خنی پیدا کنی و به روز خودتو آپدیت بکنی، چون برای اینکه دیگه زمانی نیه که مثلا ما الان اگه خاصی یک اخباری باش تو یه خاصی منم اخبارمون رو بشون چیکار بکنن، یک دونه خبرنگار او رو بدارن. الان همه مردم خبرنگارن، یک تلفنی که درستشون دنن با همون تلفن هر بقایی، هر ثانیه، هر چیزی که اتفاق بکنه همون لحظه ضبط کنن به تمام دنیا سر دینن. ولی واقعا با این چیزایی که الان همون دیه داریم، جنگ مثلا در همه جا، خاورمیانه، کره شمالی الان اینجور واق واق کرده، اوکت داد کرده، این خطر اینه دنه که جنگ جهانی سوم شروع بود. خطر این دنه که واقعا جنگ از یه طرفی شروع بود و واقعا دونی جنگ ده الان بدبختی و بیچارگی فقط برای ما بینه. چون اگه ایران الان ده او زمانهای قدیم نیه که جوانان با غیرت بوشون سر مرزون برای تو بجنگن، نه الان همه چی ده از رای دوره، از رای دور زینه با آدمان هم احتیاج ندارن، از رای دور حمله کنن، از روی کشتین حمله کنن زینن و خرابی های بیش از زیادی به باره بینه. خدا او روز نره که به ایران ما حمله بشه. البته بیکفایتی دولت امکان دن همچین کاری بکنن، برای اینکه
مرده اینو گوته داره که آقا ایره نیشتدن سازمان میله اینو گونه آقا تو موشک سرن ندی فلان کار نکن با ما همکاری بگون فرده نیشم دینه با همه دنیا مو مثلا موشک خورم شهر چه آگودم سرده درم آسمان به هر حال منو دانم این دولت حرف کی رو گوش کنه فقط به من برای دزدی و غارت و واقعا اجنبی نشون واقعا بیگونن که تمام ایران نابود کردن و دیروز باید توزم که آقای لاریجانیان که همه جا در دستیشونه اقامت کانادا آیتن خب مردم ایران شما نگاه بکنین مسئولین شما اقامت کانادا آیتن یعنی احساس کنن که ایران برایشون امنه بخاطر همون مسئولین چون پول مردم بازین جور الان با او پول شنن کانادا جای دیگه اقامت آگینن بس اعلام کنن که بعد او بدبخت بیچاره که ایرانی میسه از هر طرف هم دولت این عمله کرده هم روزگار این عمله کرده هم اقتصادی داغون آباده خب این نخنه فرار بکنه ما امروز فرار مغزون دنیم هرچی مغز از ایران فرار کرده ما چی صادر کردیم بدبختی و بیچارگی صادر کنیم ولی یا وارد کنیم ولی صادرات ما مغزای متفکری است که صادر کردیم مردم برای اینکه اور درس بخونن یا جای دیگه منن اور درس بخونن کار خوبی ندانن مجبورن به جای دیگه اقامت بکنن به کشورهای دیگه کشورهایی که آزادی دارن کشورهایی که تینن شنه را باز بنن نشون بوشون به خدا رو شکر تمام دنیای می الان ایرانین حقیقتا بالایی سن در سطح بالایی سن برای اینکه واقعا اینی تو در تمام مؤسسات بیرون اینی که مهمن یک تیرونی دو تیرونی سو تیرونی و ریسه ولی دولت ما اینقدر ای عقل شعور ندنه که ایشون بداره که بتونه خود ایران بلند هرچی هم ایشون بیگونن ایشون اصلا نخنن ایران بلند ببون اصلا ایشون نخنن ایران معرفی خوبی ببون همش خنن ایران فقط خنن خوشون دینه برای مردم صادر بکنن همین ایشون اصلا منظور اینه فقط دین صادر بکنن یعنی چیزایی که عرب مال عربه ما صادرات دانیم از عربان اوشون چه اگنیم صادرات کنیم به لبنان و فلسطین و دنیا و همه جا کمک به همه جا به هر حال الان نگاه بکن مثلا یه مثالی زمان شاه امو موقعی که پیکون درست آگودیم ماشین سازی ناسیونال داشتیم کره جنوبی هنوز یک دونه دوچرخه ما نیست درست کنه الان شما کره جنوبی اینین چی درست کنه چی بو ما چی بوییم ما داغون آوریم روز بروز ولی کره جنوبی الان بوشو بهترین ماشینون درست کنه بهترین صنعت دنه بهترین تلفنون دنه هر چیزی اینی مال کره خیلی خوبه زمان شاه ایشون دوچرخه هم درست آگوده ما نیست یعنی شاه اینقدر بس شاه مرد خوبی بود همه ایرانی الان دونم بس شاه آدم وطن پرستی بود اما نه من نه شاهنشاهی هم نه جمهوری هم نه کسی که با برای ما خدمت بکنه به ملت ایران خدمت بکنه به ایران خدمت بکنه ما هم در اختیار ایشون هستیم ولی نه کسی که با ایران نابود کنه به هر حال روزان واقعا گرفتاری زیاده ما باید این روزان که آرامش ندانیم حداقل یه آرامش از خدای واقعی خودمون نگیریم واقعا خدا رو بشناسیم ما ایرانیان همه خداپرستیم واقعا خداپرستیم ولی در مقابل این خدا هم ببینیم که پرستش کردیم ما در مقابل خدای زنده که آفریننده تمام جهان هسته ما شنیم مرده پرستی کردیم یه ذره خودتون فکر بکنیم بین در مقابل خدایی که به یه عظمت خدایی که گونه مو پدر شما فرزندان منین ما در مقابل خدا گونیم خدا پرستیم ولی در مقابل خدا کسای دیگر پرستش کردیم در حقیقت بت پرستی کردیم
اگه من خدا پرستم، خدای حقیقی پرستش کنم، خدا را پرستش کنم، ننم که بشم در مقابل خدای یه نفر دیگر پرستش بکنم. خدایی که آفرینگی جهان هستی، بعد خداوندی که من گونه تو فرزندم وای، من پدر تو هم. خداوندی که در جسم خودش ظاهر بوده، در جسم به من و جان خودش به خاطر گناهان من تو قربانی بوده که ما دیگه امروز نشیم گوسفند سر نبینیم، خروس سر نبینیم، مرغ سر نبینیم، شتر سر نبینیم. بروز یک دونه هی معره میان بدیم یه جا شتوری برد اون خواستن گردنش ببرن، حیوان دسپاد دم بسید نه نه نور اون گردن نبین بی تو که سرپای صاحبه یه نفر با چاقو بزید این گردن خون تموم پا پاشه بار بار حیوان با همون که خون پاشیده و هی تو فرار بوده تو خیابانان تا یه جا بکته. نگاه بکن حتی ما من ندونم ای عمل شما واقعا گونین عمل درستیسه. باید امروز خدای واقعه پرستش بکنیم. عیسی مسیح گونه که گفتار عیسی مسیح درباره روش زندگی مسائلی که عیسی مسیح بینه مسائلی است که واقعا برای زندگی ما روشنایی، برای زندگی ما نجات، برای زندگی ما حیات. عیسی مسیح رای حیات و زندگی برای ما برده، او آب، او حیات، او زندگی، او نفس ما، او اکسیژن ما، همه چیز ما خدا. ما نیم در مقابل این خدا یک چیز بوتی بنیم به جایی که خدا پرستش بکنیم، بوت پرستش بکنیم. عیسی مسیح فرمان واقعاً گونه در این هنگام عیسی رو به شاگردان خود کرد و گفت خوشا به حال شما توی دستان زیرا ملکوت خدا از آن شماست. عیسی مسیح تعلیماتش واقعا حرفای کیزینه یا خداوند ایسی که هر جا وقتی نامش ببرید در اون حاضره. گونه خوشا به حال شما که گریان هستید زیرا زمانی خواهد رسید که از خوشی خواهید خندید. الان نبین که تو در ناراحتی و گرفتاری و بدبختی و بیچارگی سی. وقتی عیسی مسیح منبینی عیسی مسیح آرامش الهی تیبینه. گرفتاری های روزگار همیشه هن نه به خاطر اینکه گرفتاری های روزگار خود خدات نبینه، این شریر و شیطانی که ابینه. شیطان نخنه تو زندگی در آرامش بیسی. وقتی با شیطان قدم زنی شیطان هیچ کاری با تو ندنه. دونی چرا؟ برای اینکه در شیطان دست میسیدی هر چی خوش دل بخه تبرق سبینه، هر چی خودش دیوا چون حاکم زندگی تو. ولی وقتی از شیطان جدا بنی یعنی به خدا پیوند خونی یعنی گونی خدایا تو پدرم وای مخنم امروز تو زندگی منو راهنمایی بکنی به رای راست ببری، خدا چی گونه وره؟ این شیطان اون موقع یعنی از هر طرف تا حمله کنه. گونی خدایا مو بگی به توی ایمون بدم چرا از هر طرف من حمله بنن؟ چون برای اینکه شریر بخش منه دی؟ این خوشابالا خیلی خوبه، یک تا سرود بشنویم با این بقیه خوشابالا رو برای شما بخوانم. حکمت تویی، عشق و محبت تویی، در بر تو آمدیم خدای سرمد تویی، حق و حقیقت تویی، صاحب رحمت تویی، شفا دهی بهر ما، شافی و قدرت تویی.
ای منجی مهربان، عیسی تو نور جهان، بخشیده ای آرامی بر دلهای ناتوان. راه و راستی و حیات، تنها تو راه نجات، زیر صلیب و خونت بخشیده ای بی حساب. فدیه گناه ما ای تو پاکی و صفا، هدیه نمودی به ما روح قدوس خدا. دریای قوتی تو، جلال و شکتی تو، بر دل غم دیدگان شادی ابدی تو. قاضی و داوری تو، نور عدالتی تو، قربانی راه عشق منشا و یاوری تو. خادی و داوری تو، نور عدالتی تو، قربانی راه عشق من تو و یاوری تو. فدیه گناه ما ای تو پاکی و صفا، هدیه نمودی به ما روح قدوس خدا. دریای قوتی تو، جلال و شکتی تو، بر دل غم دیدگان شادی ابدی تو. قاضی و داوری تو، نور عدالتی تو، قربانی راه عشق من تو و یاوری تو. خادی و داوری تو، نور عدالتی تو، قربانی راه عشق من تو و یاوری تو. خادی و داوری تو، نور عدالتی تو، قربانی راه عشق من تو و یاوری تو. با درود دوباره به مردم عزیز ایران. خب داشتیم خوشا بالا رو میخوندیم، ولی واقعا الان شما گوته دارم که خدا پدر، خدا پدر، خداوند واقعا پدر ماست. ما در مقابل خدا کسی دیگر نپرستیم، چون دونی چیزه، خدا پادشاه، خدا سرور، خدا صاحب و مالک همه ما. وقتی در مقابل خدا تو شنی یه نفر بت پرستنی، خدا قلبش به دردنه. ولی اگه خدا واقعا خود خدا پرستش بکنی، خدا در زندگی به تو ایمون دنم که آرامش دینه، ایمون دنم. شما الان در ایران نگاه بکنین، ما اصلا خدا پرست نیم، به هیچ وجه خدا پرست نیم، ادعای خدا پرستی کنیم ولی واقعا خدا پرست نیم. ما همیشه در مقابل خدا کسای دیگر رو پرستش کردیم. نه چقدر امامزاده دانیم، چقدر اون موقع شاید مثلا میگم 200 امامزاده داشتیم، الان شاید 2000 امامزاده داریم. هر کسی همون یک دقیقه قبل نینیم و رو گونیم امامزاده ای، هر کسی هم یک دقیقه قبل نینیم شنیم و رو زیارت کنیم. خب این کفره. بس ما خدا رو پرستش کردنیم، همینجور که خدا پدر ما، غازی هم این زق خدا، خدا غازیه. دونی چی تو؟ شما الان مثلا یک گناه کنین یا ایر غازی زمینی یک دونه خلاف کنین، شنینی خلافه، خب بالاخره باید از در قانونی جرمشه بکشین. وقتی شنین اوره در دادگاه اینین، او غازی پدر شما، خب ایر رو اعلام کنین که خب غازی پدر من، حتما هیچ کاری به اون ندارنده میپیده که من خوش پسره مثلا الان یک حکم بده دیگه. ولی چون خدا عادل و غازی باید عدالت اجرا بکنه، او رو تا حکم دینه. گونه درست تو فرزند مای، ولی تو باید محکومیت تو بکشی، چون این خلاف بودی، خلاف تو محکومیتش اینه اینه اینه. من یه عدالت بنه زیر پاگه،
خدای ما هم همینه. وقتی تو شنی و دنیای می چی جوابم بدی خدا؟ بگی خدای آو چون تو خدای تو بخشنده تو مهربونی. خود درسته مو بخشنده مهربونم نسبت به فرزند خودم بخشنده هم. بله مهربونم ایستم بخشش هم دنم، ولی تو ایره ای قانون از زیر پا بنای. وقتی ای قانون زیر پا بنای باعثی عدالت و غازی حکم تعدی بس معکومی. ولی به خاطری که خداوند بتونه ما رو در بهشت خودش را بده چی بوده؟ عیسی مسیح سر در قربانی بود، فرزند پسر خودش قربانی بوده تا ای که من تو محکومیتی که دنیم یه نفر باعثی او محکومیت همیشه حدیه ده. مثلا یه نفر با اون محکومیت بینه با پول با جون خودش بخره. بس فیض خداوند دیره که خودش قربانی بوده که منو تو دی در مقابل خدا بگیم آه درسته ما ایره اشتباه بودیم، از قانون تخطی بودیم، ولی عیسی مسیح برای مو خون خودش بکله و ای کفاره گناهانش میشه حده پرداخت بوده. مثلا ای خلافی که مو بودم عیسی مسیح با جان خودش با خون خودش پرداخت بوده، اون موقع امو بخشیده بنیم. ولی نه اینکه مویرانم عیسی مسیح اعلام کنم که عیسی مسیح تو واقعا به خاطر فیض تو مو الان از گناه بخشیده بوام، ولی از او به بعد باید پاک بوام، از او به بعد بایستی واقعا با خدا را بشم، نه خشک مذهبی بوام همه جا مذهبی نه مذهبی بوام، یعنی بنام دوباره خراب کنم همه چی. آزادونه خدا همه را آزاد آفریده بوده، تینیم آزاد همه چیه به فکر خودمون آزاد. آقا دونیم این چیزه مثلا حالا یه نفر مال پول ورن، نه نباید او پول بگیرم برنه دزدی. آقا یه نفر به ما حرف بد از دهنمون نزنم، چون برای این خوب ما از این دهان از این زبان خدا رو تمجید کردم، من این با همین زبان تا فحاشی بگونم یا تا حرف بد بزنم یا منو دونم تی سر کلا بنیم تی جیب بزنم، دی این کارون رو نکنی، چون خدا دی نگزنه. تو خودت در دل خودت نکنی این کارونه، چونگونی خدا میبود خودش خونه پسر خودش برای سراد زمین خوش خون به خاطر گناهانه که مو بودم قبلا پرداخت بوده. بس خیلی سنگینه گناه که با جان خودش با خون خودش این گناه پرداخت بوده. گونه خوشا به حال شما که گریان هستی، زیرا زمانی خواهد رسید که از خوشی خواهید خندید. وقتی به خداوند ایمان بینی و پرداخت کنی عیسی مسیح تی گناهانت، از به بعد گناه نکنی، واقعا خوشحالی و شادی به زندگیت وارد بنه. گونه خوشا به حال شما وقتی که مردم به خاطر من از شما متنفر شوند و شما را در جمع خود ران ندهند و به شما ناسزا گویند و تهمت زنند، در این گونه مواقع شادی کنید. بله شاد و مسرور باشید، زیرا در آسمان پاداش بزرگی در انتظارتان خواهد بود. بدانید که انبیای قدیم نیز مردم همین گونه رفتار کردند. اون موقع خداوند پیامبران ایشون را سرادن و پیامبران بکشتن، اوشون حرف قبول ندن که پیام خدا را با ایشون ندن. عیسی مسیح بود در 2000 سال پیش وقتی به ما خوش جان بنه خوش خون بریخته بوده، بعد از من هیچ کسی دی ننه، فقط مو بعد از مو بوشم روح القدس سرادینم و روی خودم و سرادینم در شما ساکن ببون. روح القدس یعنی روی خداوند در ما ساکن ببون، نه احمد محمد تقی نقی علی منام فلان کس با، نه همچی چیزی نه. عیسی مسیح بوده هر کس به مای بعد از مو همه دروغینن، سریعتن اعلام بوده که همه دروغینن. بس هر کس الان به ما قبول نه، یعنی از خدا نیه. اما وای به حال ثروتمندان، زیرا دوران خوشی ایشان فقط معدود به این جهان است. ثروتمندانی که در ایران الان به مال مردم زینن، یعنی همه چی
جنایت کردن و خندونم پول مردم بیتم خوشحالن رئیس رؤسا اورم ام ندونن با او پول دزدی انن کشورهای دیگر اقامت هم هگینن سیتیزنی اوشون هم هگینن ایشون نگوته در خداوند. اما وای به حال آنانی که اکنون سیر هستن زیرا دوران گرسنگیشان فرا خواهد رسید. باز به همین آدمان گوته در خداوند. باز به همین آدمان گوته در که الان همش در فکر خودشون خودشون زندگی خودشون زن بچه در فکر کسیگر نین فقط کنن که تمام ایران بدوزیم ببریم جا آخرم جای دیگه بشیم ولی بودونین که تخواست بسته نیامه خدا نگذنه بیا اگه یه 80 سال 70 سال ای دنیا خانی بزن الان ولی او دنیا میتی خیرگینه خیلی انسانان گنن او دنیا وجود ننه ولی واقعا دنیا وجود دنه به خداوند غازی عادلیسه و ایمان دنم که وقتی در مقابل خدای سنین چی جواب باید بدین؟ واقعا چی باید بگین در مقابل عظمت خداوند قدوسیت خداوند چی باید جواب بدین؟ وای به حال آنانی که امروز خندان و بیغمن زیرا غم اندو انتظارشان را میکشن. بله باز آدمایی که الان پول مردم خورده دارن گونن همو هیچ غم ننیم هم پول دنیم همه چی دنیم هیچ کس امر کار نانه در فکر مردم هم نین در صورتی که همه ورزشکاران همه فرار کردن همه او باسوادون که ممتازن فرار کردن در کشورهای دیگه شدن ورزشکار شنه یه ورزش کنه مدال طلا بینه هیچ چی بهش نرسنه هیچ چی اصلا هیچ فکر کنم اصلا مرگه وظیفه داشته بشه یک طلاعی تی بمائی این همه زحمت بکشه افتخاری برای ایران برده بدبخت تو دینن کنار هم بوشون مثلا میوه فروشی بگونه دست فروشی بگونه تا خوش زندگی بچرخونه هزاران همو یه جور غرمانون بدیم خب مرکان فرار کنشن کشور دیگه ده این خب بیاتت این زندگی بگونه که حداقل امیت دینن بین کاری که کادره مثلا یه کشتگیر یه شطرنج باز یه منونم ما در ورزش های تکی عالیم حرف ندانیم مثل کشتی و مثلا هرچی تک بون ولی در فوتبال در جنب بون اصلا گروهی به هیچ وجه کار نکنیم اما ایرانین همیشه تقربی دانن تمام این مغزون فرار کردن انگار نه انگار ما همیشه در فکر اینیم که بوتون پرستش بکنیم فقط بزنیم به سرکله ما به خودمون رو داغو نکنیم و واقعا ندونیم که پرستش کردیم و خدایی که خودمون اعلام کنیم که خدا ما رو به وجود بعد آفرندگان تمام جهان هستی خداوند خدا 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 ولی در مقابل خدا نینیم کنار یک دونه بوت پرستش کنیم وای بر شما آنگاه که مردم از شما تعریف و تمجید کنند زیرا با انبیای دروغین نیز به همین گونه رفتار میکردن ای آیه واقعا یک بار دیش میخونم گوش بدین ای آیه گونه وای بر شما آنگاه که مردم از شما تعریف و تمجید کنند زیرا با انبیای دروغین نیز به همین گونه رفتار میکردن گونه انبیایی که انن دروغ گونن اما از طرف خدایم ایشون اچی علکی تمجید بودن اچی علکی ایشون هندوانه بنا ایشون زیر بغل ایشون بردن جور بودن بله بله تو فلونی تو انبیایی تو فلونی تی بساری علکی وای بر شما گوتره او که خوش اجرا کشنه مو که اونو بردارم جور او خودش بدبختی و بیچارگی و دنیا کشنه خوش محکومیت کشنه ولی وای بر من و شما که یه نفر علکی بینیم جور علکی اونو بزرگ ها کنیم ما بیشتر مقصریم امروز در ایران همه ای طورن هچی علکی یه نفر بینیم جور باد دو کنیم بخاطر هچی تضاو بله بله اون موقع در آسمان هم ای تو بود خدا که شیطان آفریده نو دیگه شیطان به وجود نرده خدا فرشته به وجود برده بود ولی اون موقع
ای تو بو باس او فرشتگانی که دور باری زمون بودن یعنی بودن که تو مثلا چی کم دنی از خدا با شیطان بودن تو چی کم دنی لوسیفر بودی فرشته اعظم و اول چیز بود بودن تو چی کم دنی فلان بی تو خدایی بگون بی تو نم اعلام بگون تو خدای اینی همین امروز مردم آدمای معموله بگینن پیغمبر چا کنن آدمایی که آدم کشن و چون امام چا کنن ما بیشتر مقصریم تا اوشان که اوشان امام چا کنیم اوشان پیغمبر درست ها کنیم امروز باید به یه خدا ده وقت میشه تمام آبا منیم همه براتون بخونم تا دفعه دیگه براتون خونم ولی امروز باید واقعا یه ذره فکر بکنین چقدر کارهای زشت در ایران بوده که ما هنوز فقط دوربر خودمون نگاه کنیم همه جای ایران نگاه کردنیم و ایرانین همه فرار کردن الان ایران آزاده کنی 80% مردم فرار کنن بیرون بعدن اور به قول یک دونه از او گوینده ایده بنه ایران اور بنه خارج واقعا باید امروز دست نیاز به این خدایی که شما رو به وجود برده خدایی که تینه تحول ایجاد بکنه در زندگیتون و آرامش الهی بریم به زندگیتون که تا از این سختی های روزگار بتونین با آرامش خداوند عبور بکنین دست خداوند دست عیسی مسیح با شما ببون و برای شما دعا کنم که همیشه روز شب خوبی بدارین با سلامتی و آرامش تا هفته دیگه بدرود